بعد از ظهر روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ماه 1369 جوخه تروریست های اعزامی از تهران خون مدافع بزرگ و صدیق حقوق بشر را در نزدیکی بنای حقوق بشر ملل متحد در کوپه ژنو بر زمین ریخت. شهیدی در اوج مظلومیت و معصومیت، شخصیتی محبوب و مجاهدی والا، انسان وارسته‌ای که طی دو دهه تلاشگر خستگی ناپذیر حقوق بشر و دادخواه خون مجاهدان، شکنجه شدگان، جان باختگان، زندانیان و تبعیدیان. خون شهیدان ما، رنج اسیران ما، در تو گره می‌خورد رجبیه. هنگام اعلام اعدام اعضای مرکزیت سازمان در سال 51 بود که گفتن برادر مسعود رو برادرش دکتر کاظم به علت فعالیت‌هایی که می‌کرده نجات داده و شاه مجبور شده که وی رو اعدام نکنه. وقتی برای اولین بار بعد از انقلاب توی تهران دیدم دکتر کاظم رو، انقدر گرم و پرمحبت و پرشور و خاکی بود که با اون چیزی که تو ذهن داشتم دیدم خیلی تفاوت داره. 65 بود که ملاقات های مقدماتی انجام شده بود، دکتر اومدن برای به اصطلاح همون ملاقات های نهایی. اونجا از جمله قرار شد یه مصاحبه مطبوعاتی بذارن که زندانیانه از بند دستن تعداد معدودشون بودن که اومده بودن و توی این کنفرانس مطبوعاتی توی خود مقر اصلی سازمان ملل شرکت کردن. دکتر تو اون لحظه داشتن صحنه توضیح میدادن، لیست شهدا رو دستشون گرفتن به عنوان سند حرفاشون و بعد اشاره میکردن به این مجاهدین که در طرفینشون نشسته بودن و وضعیت رو توضیح میدادن. تو این لحظه دکتر دیگه منقلب شد و خودش گریه شد. این فضا واقعا فضای بود که اصلا من نمیتونم توصیفش کنم و هیچ کس فکر نمیکنم که این لحظه رو فراموش کنم. این نسل و استادش و انقلابش بود که رژیمی رو که خودش رو برای دوره 100 ساله یا بیشتر برای حکومت اومده کرده بود چنان شکافت که تعفنش حتی خودشون رو هم از خودشون بیزار کرده. به آخرین نمونه که مقاومت زندانیان سیاسی و مردم و خونوانها نگاه کنید، آبشخور این کجاست؟ آیا بجد اشرف نشانان لیبرتی است؟ این چنین رژیم به خاک ذلت افتاده که مقابل زندان اوین شعار مرد و دیکتاتور زده میشه. این هیچ نیست به جز همون فشاری که الان خواهر مریم گذاشته پشتش و با این جنگ عظیمش رژیم رو به این نقطه رسونده. آری، همچنان که خواهر مریم گفتن، امروز جوشش خون دکتر کاظم و 120 هزار تن از رشیدترین فرزندان مردم ایران گریبان آخوندها را گرفته، فدیه های بزرگ، پیروزی های بزرگ را محقق می کند و شایستگی ملتی را برای دستیابی به آزادی و دموکراسی به اثبات می رسد. درود. 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 خانه‌اش ویران باد.